همراه هستیم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. بسیار خوش آمدین آقای غیبی. آیا این صحبت‌های سخنگوی دولت رو باید نوعی عقب نشینی دولت از تحقق وعده‌های اقتصادی که پیشتر داده بودن ارزیابی کرد؟ بله، ببینید، من صحبت‌های سخنگوی دولت رو تداوم اون شارلاتانیزمی که در جمهوری اسلامی حاکم است میدونم. خب یکی از نشانه‌های شارلاتان بودن همون وعده‌های متعدد سیاسی هست، وعده در حوزه سیاست، و امروز که به جایی رسیدن که علارغم تمام اون آمارسازی‌ها و پروپاگاندای رسانه‌ای می‌بینن مردم حس نمی‌کنن و مردم گلایه دارن از اینکه عملکرد دولت و ادعاهاش در زندگیشون احساس نمیشه، حالا روی میارن به خبردرمانی و اینگونه دارن یک مقدار تلطیف میکنن فضا رو و به نوعی میشه گفت عقب نشینی از مواضع حتی همین روزهای اخیر در هفته دولتشون هست که دارن به قول معروف وعده سر خرمن میدهن که اقدامات در حوزه مسکن، تورم، اشتغال و سایر مباحث خود اقدامات زمانبر هست و نتایج اون در آینده دیده میشه. و این خطی هست که دو سه روز گذشته علی خامنه ای اون رو به دولت داد و اشاره کرد که اقداماتی که صورت گرفته نتیجه اونا در آینده برای مردم ملموس خواهد بود و ظاهرا تیم اقتصادی و سیاسی دولت هم همین دستفرمون رو گرفتن و ادامه خواهند داد. آقای غیبی، همزمان با انتشار اخبار و گزارش‌های پرشمار در رسانه‌های حکومتی از موفقیت‌های دولت در حوزه اقتصاد، ما شاهد بالا گرفتن انتقادها در همین بخش هم هستیم. این دو چطور با هم جمع شدنی هستند؟ خب به هیچ عنوان در یک ظرف نمی گنجن. آنچه که کارشناسان مستقل میگن تقریبا میشه گفت نزدیک به واقعیت‌های جامعه است. متاسفانه واقعیت‌های جامعه بسیار تلخ‌تر از آن چیزی است که حتی منتقدان دولت هم دارن اشاره میکنن، چون اشاره هم بکنن یک مقدار محدودیت و معذوریت رسانه‌ای برای بازتاب صحبت‌های اونها هم هست. ولی چیزی که در فضای رسانه مجازی در شبکه‌های اجتماعی ما داریم می‌بینیم خب بسیار تلختر است. این بحث منتقدین هم اینجاست که امروز وقتی یکی مثل آقای مؤمنی داره گلایه میکنه از ابزار کردن دین برای اهداف سیاسی اقتصادی، خب به باور من این یک گلایه دلسوزانه است و در نهایت اینها خواهان استمرار نظام هستند و دارن یک جور زنگ خطر و هشدار رو به مسئولی میدن. اما از اون طرف روی کردی که حکمرانی ایران یعنی جمهوری اسلامی در رأسش علی خامنه‌ای داره دنبال میکنه، به نظر من روی کرده و نقطه مورد علاقهشون رسیدن به یک اقتصاد حتی مدل کره شمالی هست، آمیخته با اقتصاد اسلامی که خب آقای خمینی داشت اشاره میکرده ابتدای انقلاب، گفتن که اقتصاد همین کاشتن گندم و جو هست و اقتصاد کردن با اون مدلی که دارن دنبال میکنن به اینجا میرسه. اساسا توسعه در جمهوری اسلامی در اولویت نیست، که اگر قرار بود در اولویت باشه خب شکل و شمایل دیگری به خودش میگرفت، هم سیاست گذاری و هم اجرای سیاست گذاری های صورت گرفته. من سوال دیگری هم از شما دارم. در حالی که وزیر اقتصاد از کاهش فاصله درآمدها صحبت میکنه، اقتصاددانان نسبت به گسترش فقر و افزایش نابسامانی هشدار میدن. چنین تفاوتی در روایت ها چگونه قابل توجیه هست؟ اگه کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم. چشم. خب ببینید، تفاوت دلیل اصلیش برمیگرده به عملکرد دولت. دولت نتوانسته وعده هایی که در دو سال پیش داده رو عملیاتی بکنه. روند اقتصاد به گونه ای بوده که امروز شاهد هستیم تقریبا یک سوم جمعیت کشور در فقر مطلق قرار دارن و تقریبا میشه گفت یک سوم دیگرش هم فقر رو دارن تجربه میکنن و یا تجربه خواهند کرد به زودی. این تناقضیه که اینجا شکل گرفته و متاسفانه این روند کماکان ادامه خواهد داشت و ما شاهد گسترش متوازن فقر در کشور هم خواهیم بود. بله، خیلی ممنون از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی.